گفتی؟ سر صدای این کامیون نذاش بفهمم. ازت پرسیدم بیرون چه خبره که اینقدر ماتت برده؟ دارم از طبیعت لذت میبرم. آها. خیلی ببخشید ها. فکر نمی‌کردم لذت بردن از طبیعت باعث ناراحتی سرکار بشه. اونم بعد از اینکه این همه دود گازوئیل کارخونه رو پشت سر گذاشتی؟ به چی فکر می‌کنی؟ چرا جواب نمیدی؟ از این تپه‌های قشنگ کوچولو با این درخت‌های سر به پلک کشیده که افتخارم از چپ و راست بستن خوشت نمیاد؟ بدونی چیه؟ راستش تو همچی سالم سالم هم نیستی، فکر میکنم حسابی عقده‌ای باشه. عقده‌ای؟ آره، میخوای بهت ثابت کنم؟ دشت به این قشنگی جلوی چشماته اما نمیبینیش. دشت به این قشنگی، درخت‌های سر به فلک کشیده، طبیعت زیبا. اون رنگ نارنجی روشن اون بالا میبینی چطور درخشندگی و زیبایی داره؟ میدونی اون چیه؟ آره، دیدم. راست میگی، واقعا منم باید از این طبیعت لذت ببرم. آفرین. بالاخره جلوی ضرر از هر جا بگیری نفت. خب بله، واقعا قشنگه. همون نارنجیه رو میگه دیگه. واقعا دیدنیه، اصلا لمس کردنیه، خوردنیه. ببینم، همونی که یه خود به قرمزی میزنه. اون یه بوته گل وحشی. نه بابا، یه شق گوسفند آویزون کردن. گندت بزنن. خواهش میکنم توهین نکن. چرا گندم بزنن؟ یه شق گوسفند دیگه. گوسفندم جزء طبیعته مگه نه؟ رنگش هم خوشگله. جون خودم والا. روانی؟ به نظر من که قشنگه. یه شق گوسفند به رنگ قرمز با دنبه های سفید و لرزون. پیداش کردم. من همیشه موقع رانندگی آدامس میخورم، هم تشنگی رو برطرف میکنه هم اعصاب رو راحت میکنه. بفرمایید، هر کدوم یکی. متشکرم. خواهش میکنم. من خیلی تشنم بود. پیشنهاد خوبی. فرمایید. من فکر میکنم خیلی خوب اومدیم. قبل از سوار شدن به هواپیما وقت اضافه هم میاریم. این ماشین قراتمون هم خیلی باحاله ها، مگه نه؟ رانندمون هم باحاله. باحاله؟ یعنی راننده یه ماهریه. آره، دست به فرمونش که خیلی تکه. بله. چیه؟ بس اینکه شما ناراحتین؟ نه، چیزی نیست. گاهی معدم درد میگیره، مال کار زیاد و سیگاره. زنم همیشه بهم غر میزنه که برم دکتر، اما وقت نمیکنم. خب، ایشون حق دارن. باید زودتر به دکتر مراجعه کنیم. اینم پیچ اول. بعد از 10 دقیقه میرسیم به جاده 40. بعدش هم مستقیم به طرف فرودگاه.
عالی، تا اینجا که همه چیز خوب پیش میره. راستی این زخم زیر گوشت چیه؟ تا حالا ندیده بودمش. آه این مال خیلی وقت پیشه، سالکه. آره مال بچگی است، 15-16 ساله بودم که سالک گرفتم. پر چرک شده بود، برای اینکه چرکا رو در بیارن حسابی گوشمو شکافتن. اینجا اون زخمه. باید برق بذاری، با برق راحت تر از بین میره. آره آره باید برق بذارم. خب پس یارو نمیذاری، میترسی؟ نه نمیترسم، حالشو ندارم. خیلی ها بهم گفتم باشه وقتی از پایتخت برگشتم میرم دنبالش. به خشکی شانس همینه که هم داشتیم. اگه اینجا گیر کنیم کارمون ساخته است. فکر نمی کنم هوا به ما به خاطر چشمای قشنگ ما ساخته. الان برمی کنم. اون طرف بوته ها امتره. چه گلای قشنگی، بوی خوبی هم داره. آدم سه مربی چسبیده به دندونی کرم خوردم. یه دندونی کرم خورده دارم که خیلی اذیتم میکنه. باید حتما پرش بالاست، سمت راست. حالا به خاطر درد دندونت و به خاطر اینکه به من کمک کردی این گلو بگیر و بزن به یقه. متشکرم. بفرمایید. اینم یه شیک پوش حسابی با گل یقه، مثل اینکه میخوام برم جشن عروسی. خب راه باز شد. یه شیر قهوه لطفا. آقا شما پای من لگد کردین. من؟ بله پای راست منو، میدونید درست همون جایی که یک دونه. ببخشید میدونین من نزدیک بین هستم، نمره عینکم 3 است، واقعا متاسفم. خیلی خوب خیلی خوب. به هر حال میبخشید، میتونم سیگارم تو جا سیگاری شما خاموش کنم؟ خواهش میکنم بفرمایید. آقا بله شما پای من لگد کردین. من؟ بله پای راست منو، اونم درست جایی که یه میخچه داره. راستی؟ من خیال کردم پای چپه. هیچ نمیفهمم. پول شیر قهوه رو بذاریم بریم. یادتون باشه 2 تا شیر قهوه خوردیم. من اعتراض دارم، برای چی؟ بلند شو. و سرانجام اشخاص مظنون در پرونده
اتاق از توالت دستگیر شدند و هر چهار نفرشان صریحاً به گناهانشان اعتراف کردند. یک موفقیت دیگر برای سازمان. نقطه. فاصله رئیس را در جریان قرار دادم. باز هم یک سازمان ضد دولتی در نطفه خفه شد. سازمان امنیت. میشنوی؟ دارم گزارش مربوط به پرونده کاغذ توالت تموم میکنم. الان میارم. مسئله سر اون نیست. اون تموم شد. من تو رو برای جریان تازه‌ای که پیش اومده لازم دارم. جریان رستوران کندو. 4 ساعت پیش مامورای ما تو رستوران کندو 2 نفر رو دستگیر کردن. فردا سر ساعت 7 صبح به طرف پایتخت حرکت میکنی. مسیر ماموری با ماشین و هواپیما. تو با مربی باید یکی از اونا رو به اداره مرکزی ببری. بکش کنار دیگه عوضی. راستی که مربی ما راننده ماهریه. منم میگم مربی. چیکار کنم؟ از صبح شنیدم شما بهش میگین مربی. چرا نگی؟ تو سازمان همه مربی صداش میزن. برای اینکه همیشه میگه اون موقعی که من مربی بودم. مربی چی؟ خروس تربیت میکرد. راستی؟ آره، خروس جنگی. 8 سال آزگار کارم همین. صبح تا شب خروس ها رو میلختم بچونم. خروس های من همیشه تو مسابقات برنده میشن. یه تیم داشتم که هیچ کس حریفش نمیشون، اما از شانس بعد یهو مرض افتاد به جونشون، همه شونه نفره کرد. اول سبک وزنامو، بعدم رسید به سنگی وزنام. خلاصه همه قهرمانام اسهال گرفتن و مردن. اون وقت بود که مجبور شدم مأمور سازمان امنیت بشم. خب چه کار میتونستم بکنم؟ خروس جنگی اسهالی. خیلی معذرت میخوام. مسئله این نیست، تقصیر دست فرمون مربیه. نه، مسئله اینه که من وقتی اسم خروس رو میشنوم قلقلکم میگیره. آخه وقتی من بچه بودم داداشم همیشه با پر خروس منو قلقلک میداد. اینقدر قلقلک میداد که کارو خراب میکردم. حالا هم از اسم خروس قلقلکم میگیره. اینم از رازهای طبیعت. اما به هر حال خوب گرفتیمت. من مربی خروس نبودم، مربی کشتی کج بودم. عجب. خب راستی گفتین هواپیما ساعت 11:10 حرکت میکنه؟ هواپیمای بعدی؟ بعدی فردا صبح ساعت 6:20. اگه تو تا به حال با هواپیما نرفتی پایتخت؟ نه، من همیشه با قطار رفتم. البته زیاد نه. با قطار؟ چه مکافاتی. تلقا تلق. چون آدم رو میگیره. تلقا تلق. تلقا تلق. آره، اینطوری خیلی راحت تره. دفعه بعد حتما از این را. آره، همین کارو بکن. پس به این ترتیب بعد از اون هواپیما نیست؟ نه، فقط روزی 2 تا پروازه. یکی صبح زود و یکی هم نزدیک زود. امیدوارم تأخیر نکنیم. دلم میخواد امشب به پایتخت برسیم و این داستان رو تموم کنیم. میریم سازمان مرکزی و اونا میبینن که من هیچ کار خلافی نکردم و آزادم میکنن. خاطرت جمع باشه، به موقع میرسیم. من به این قراضه اطمینان دارم. همینطورم به رانندم. همه تعریفا رو حرام نکن. یه خورده دیگه که رفتیم من رانندگی میکنم. اون وقت ببین چی بهتره. باشه،
فقط بدونید که من کاملا بی‌طرفانه قضاوت میکنم. باشه. این دیگه چیه؟ حالا اصلا موقع ادا در آوردن نیست. برم یه نگاهی بکنم. چی شده؟ چه مرگشه؟ ای بابا، یه دقیقه صبر کن. تو هم چقدر غر میزنی؟ به کاش از شما تعریف نکرده بودیم. اگه خراب بشه امشب کار تموم نمیشه. خب ظاهرن که چیزش نیست. همه چیز مرتبه، اما یه صدایی میکنه. در حال را میافتیم. خب مثل اینکه به خیر گذشت. وگرنه خیلی ناراحت کننده بود. اگه امشب به سازمان مرکزی نرسیم اعصاب برامون نمیمونه. این جریان حسابی من از کار زندگی انداخته. به خاطر داشته باشید این موضوع خیلی مهمه. نهایت مراقبت رو به عمل بیارید. ببخشید، مثل اینکه بد موقع اومدم. میرم بعدن میام. نه، دوباره بر نمیگردی. منظورم اینه که نمیخواد بری. بنابراین لزومی هم نداره که برگردی. من و تو و مربی باید درباره جریان رستوران کندو صحبت کنیم، همونی که چند دقیقه پیش بهت گفتم. در هر صورت من گزارشمو درباره جریان کاغذ توالت با خودم آوردم. اگه میخوای خب بذارش روی میز. برای سازمان این موضوع تموم شده است. اگه میخواین بشینین بشینین تا من جریان رستوران کندو رو براتون تعریف کنم. جریان همین امروز شروع شد. امروز صبح نزدیک ساعت 11 این پاکت که دیروز پست شده به من رسید. این یاد داشتم توش بود. فردا 16 یعنی امروز بین ساعت 13:15 تا 13:30 یکی از اعضای مهم یک سازمان ضد دولتی به رستوران کندو خواهد رفت. این شخص و سازمانش برای سازمان امنیت هنوز ناشناخته است. به پیوست عکس شخص مذکور ارسال می‌گردد. با اینکه عکس جدید نیست اما امیدوارم کافی باشد. و اگر به وضع این مرد و کسی که با او در رستوران ملاقات می‌کند علاقه دارید به دردتان بخورد. بقیه ماجرا به من ارتباطی ندارد. اینم اون عکس، میتونید ببینید. عکس رو بررسی کردیم، چیزی دستگیرمان نشد. آدم ممکنه روزی 100 نفر رو به این شکل ببینه، اما چند تا علامت مشخصه داره. سبیل و عینک و بفرمایید ببینی. بله. چیه؟ نکنه میخوای بگی یه متهم دیگه خودشو کشته؟ متهم چهارم جریان کاغذ توالت از چنگمون در رفت، برای 7 پشتمون بسه. نه، موضوع خودکشی نیست. یکی از متهمین کافه کندو اعتراض میکنه، میگه باید همینجا ازش بازجویی کنید و با اون یکی روبرو بشه. خاطر جامش کن، بگو خیلی زود با اون یکی روبرو میشه، اما توی سازمان مرکزی. باشه قربان. خب کجا بودیم؟ آها، با این نامه چی کار میشد کرد؟ ولش که نمیشد کرد. برای همین مامورای ما به موقع رفتن رستوران کندو و منتظر شدن. به هر کدوم یه عکس از مظنون دادیم. سر ساعت 13:20 صاحب عکس پیدا شد. البته کاملا شکل عکس نبود، مسن‌تر بود و موهاشو یه جور دیگه زده بود، ولی خودش بود. بدون شک خودش بود. کنار یک میز دم پنجره نشست، یک آب میوه سفارش داد، بعد روزنامه رو سرسری نگاه کرد، بعد بلند شد و رفت توالت. البته توی توالت نتونستیم دنبالش کنیم، چون توالت رستوران کندو فقط جای یه نفر رو داره. بله بله، این اشکالا توی عمل پیش میاد، کاریشم نمیشه کرد.
دو دقیقه بعد سر 13:29 از توالت بیرون اومد. داشت از بین میزا به طرف بیرون میرفت که پای مردی رو که کنار میز سوم دست راست نشسته بود لگد کرد. البته هیچ اشاره‌ای بهش نکرد و راهش ادامه داد. ولی اون یکی دادش بلند شد که آقا شما پای منو لگد کردین. صاحب عکس ایستاد و با تعجب گفت من؟ اون یکی گفت بله شما پای راست منو لگد کردین. اونم درست همون جایی که میخچه داره. اون وقت صاحب عکس با تمسخر گفت راستی؟ من فکر میکردم که پای چپه و راشو کشید و رفت. دو تا از مامورای مام دنبالش رفتن تا اگه با کسی دیگه ایم تماس گرفت توقیفش کنند. اما با کسی دیگه ای تماس نگرفت و روبروی سینما ستاره توقیف شد. اما اون یکی، همونی که پاشی میخچه داره، یعنی شریک جرم متهم. البته شادم اتفاقی باش برخورد کرده. اونم به وسیله یکی دیگه از مامورامون بازداشت شد. فکر میکنین این چیه؟ دوتا بیزی کوچیک. تو چی میگی؟ منم فکر میکنم این دوتا بیزی باشن. بله دوتا بیزی. بله اینا میتونن واقعا دوتا بیزی باشن، یعنی هیچ چیز به خصوصی نداشته باشن. اینا رو همون که پاش میخچه داره کشیده توی همون رستوران. البته میشه گفت که اینا رو فقط برای وقت گذرونی کشیده، یعنی مثلا میتونسته دوتا دایره بکشه یا دوتا مربع یا هر چیز دیگه، کاری که هر کسی موقعی بیکاری انجام میده. اما میشه برعکسشم گفت، یعنی اینکه این دوتا بیزی یه مفهومی دارن که فعلا ما نمیدونیم. حالا برگردیم به سراغ نقاش اینا. وقتی که اونا توقیف کردن هیچ کار به خصوصی نکرد، فقط گفت هیچ نمیفهمم و من اعتراض دارم. معلوم نبود آرامش اون از گناهکاری بود یا از بیگناهی. در تمام طول راه تا سازمان امنیت هم کار به خصوصی نکرد، فقط وقتی از جلوی مدرسه تمدن میگذاشتن به ساعتش نگاه کرد. مأمور ما ازش پرسید که قرار داره؟ اون جواب داد نه قراری نداره، همین جوری به ساعتش نگاه کرده. اونو به سازمان آوردن و به اتاق سوم بردن. البته برای اینکه جریان متهم کاغذ دوباره تکرار نشه، اول همه لباساشو درآوردن و خوب بازرسیش کردن. چیز غیرعادی تو جیباش نبود. اونشو بازرسی کردن؟ بله خیلی سریع، اما هیچ چیزی پیدا نشده. اون با دخترش که مدرسه میره زندگی میکنن. زنش مرده و زن دیگه ای نگرفته. خیلی آروم و سر به زیره. تا به حال هم هیچ وقت سر و کارش با پلیس یا سازمان امنیت نیفتاده. هیچ کدوم از کسانی که میشناسنش فکر نمیکنن که اون کاری بر ضد رژیم بکنه. من 2 ساعت بعد از اومدنش به اینجا ازش بازجویی کردم و بهش گفتم جریانو برام تعریف کنه. اونم همه چیزو همون جور که اتفاق افتاده بود برام گفت، بدون کم و کاست. ما منتظر شدیم که چیزی رو درو بگه تا یه مدرک درست حسابی ازش پیدا کنیم، اما همه چیزو مو به مو تعریف کرد. اینا چیه؟ اینا رو چرا کشیدی؟ چه معنی دارن؟ هیچی، فقط دوتا بیزیه، دوتا بیزیه کوچک. خواهش میکنم به من نگین که به اینا مشکوک هستیم. من اونا رو برای وقت گذرونی کشیدم، میتونستم به جاش دوتا دایره بکشم یا دوتا مربع یا هر چیز دیگه ای. به این سادگی هم نیست. اینا میتونن در کمال سادگی نقشه یک ترور یا خرابکاری باشن. واقعا خنده داره، معذرت میخوام ولی واقعا خنده داره. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ من اصلا به سیاست کاری ندارم. نشد من به سیاست کاری ندارم کافی نیست. آدم یا موافق رژیمه یا مخالف. اگه موافق نباشه پس مخالفه. به سیاست کاری ندارم نمیشه. بهش گفتین که فردا باید به سازمان مرکزی منتقل بشه؟ بله شما دوتا اونو میبرین. بهترین راه رفتنشم با ماشین و هواپیماست. صبح زود ساعت 7 حرکت میکنین. اما آقای رئیس میکروفیلم ها حاضره.
شرط میبردم بارون بیاد. بارون؟ آره، بارندگی پیشبینی میشه. خیلی مسخره است. این پیشبینی رو از کجا درآوردی؟ با این آفتابی که داره کبابمون میکنه؟ یه لکه ابر درست حسابی هم تو آسمون نیست. هوا دم کرده، مرطوبه. تو این ما زیاد طبیعی هم نیست مگه نه؟ بله، فکر میکنم مربی حق داره. این گرما و رطوبت زیاد طبیعی نیست. فکر میکنم بارون بیاد. آها، آدامس؟ نه، متشکرم. آدامس قبلی حسابی دندونم رو اذیت کرده. همون دندونی که میدونم بالای یکی مونده با آخر دست راست. وقتی که به رفیقم میگفتی شنیدم، اما اون هر وقت هر چیزی تعارفش کنی میگیره. میدونی ما خیلی وقتی که با هم رفیقیم، چند سال با هم زندگی کردیم، آخرش هم جفتمون همکار شدیم. چه سالایی بود. شما باید بدانید برای آنهایی که در سازمان امنیت قبول خدمت می کنند، فلسفه خاصی وجود دارد. طبق این فلسفه برای آنها آدمها به دو گروه خوب و بد، با شرف و بیشرف تقسیم نمی شوند. طبق این فلسفه آنها آدمها را از روی تفاوتها و اختلافهای غیر واقعی و بیارزشی که گذشته برای من به ارث گذاشته است طبقه بندی نمی کنند. مأمور تحقیق سازمان امنیت فقط و فقط یک تفاوت و اختلاف را قبول دارد و میپذیرد. آدم ها یا طرفدار رژیم هستند یا مخالف رژیم. این برداشت سهل و ساده هم برای سازمان امنیت و هم فرد شما بسیار گرانبهاست. راز بقا، کلید موفقیت و آرامش درونی برای رژیم در همین طبقه بندی سهل و ساده است. هر قدر کمتر فکر کنید، بیشتر موفق خواهید شد و بیشتر سرسپرده ی رژیم. دشمن شماره یک شما تفکر است. ذره ای تسلیم آن نشوید. تکرار می کنم و تأکید می کنم، برای یک مأمور سازمان ویژه تنها تفاوت و اختلافی که قابل توجه است این است: طرفدار رژیم بودن و طرفدار رژیم نبودن. آدم ها یا مخالف رژیمن یا موافق رژیم. این نکته بسیار مهم رو باید همیشه در مد نظر داشته باشید. موافقی موسیقی گوش کنیم؟ از حالا تا ساعت 10 موسیقی پخش بشه. بله. من عاشق این آهنگای تندم آخ جان. ولی راستش من زیاد از این آهنگا خوشم نمیاد. احسن، خیلی خوب کردی عقیدتو شجاعانه گفتی. منم با تو موافقم. ببینم تو چه جور آهنگایی رو دوست داری؟ آهنگای اصیل، قدیمی ها. آهنگم آهنگای قدیمی. فکر میکنین ساعت چند میرسیم به پایتخت؟ ساعت 11:10 هواپیما حرکت میکنم، 1 ساعت پرواز، بعدش هم 1 ساعت دیگه با ماشین. حدود ساعت 1:15 باید برسیم. عالیه، انقدر زود میرسیم که من میتونم همین امشب قضیه رو با سازمان مرکزی فیصله بدم. بعدش هم مربی و شما رو به یک رستوران خوب دعوت میکنم. شبای پایتخت خیلی عالیه. دوست دارم ستایی امشب رو خوش بگذرونیم. با این حساب تو مطمئن هستی که سازمان مرکزی آزادت میکنه؟ خیلی هم زود. بله، برای اینکه نه از نظر اونا و نه از نظر خودم هیچ کار خلافی انجام ندادم که مستحق مجازات بشم. این شخص دیگه که اصلا نمیدونم کی هست و باید باهاش روبرو بشم، براش غیر ممکنه که بتونه دروغاشو ثابت بکنه. من پوزشو میبندم. این ماجرا همین امشب تموم میشه، به محض اینکه به سازمان مرکزی برسیم. راستی زنم به هم گفته که از پایتخت براش زیرپوش بگیرم. آگهیشو تو روزنامه دیدم. اگه گمش نکرده باشم باید تو جیبم باشه. وای به حالم اگه یادم بره. خیالتون راحت باشه، من یادتون میندازم. متشکرم. یعنی چه؟ این قرازه چه مرگشه؟ باز دیگه چی شده؟ لعنتی، برم ببینم چه مرگشه. خواستم کرد. ده به خشکی شانس. تأخیر پشت تأخیر. زود باش بابا جون، هواپیما میره. حالا دیگه تو میتونی کاملا قید هواپیما رو بزنی. منظورت چیه؟
عصبانی نشو، خیلی ساده است. دخل کاربراتور اومده. لعنت بر شیطان. ببینم، تو مطمئنی کاربراتوره؟ آره بابا، آره. صدای اولی هم همین بود، ولی مشخص نبود. حالا دیگه معلومه کاربراتور بی کاربراتور. مواظب مسافرون باش، منم یه نگاهی میندازم. بله، شناورش شکسته. این دیگه خیلی جالبه. حالا چیکار کنیم؟ تو چی میگی؟ همینطوری نشستی؟ میخواین چی بگم؟ فکر میکنم من باید بیشتر از هم اوقاتم تلخ باشه، نه؟ بایسه، بایسه، بایسه. چی شده کنک نمیخوام؟ کاربراتورش داغون شده. شاید خفه کرده. بیا زرین، بابا دیره. سب کن. باز میکنه، کش گرفته؟ میخوای ماشین رو مردم خراب کنیم؟ اومدم، بیا بالا بابا. عجب آدم یا، یه هولش که بیشت روشن شد. بیا بالا بابا. اومدم. توی دیگه با اون هیکلت مردم میترسن ما رو سوار باشه. هی، یه کامیون فرودگاه. شما بایسی نقا فرودگاه بایسی. ببخشی نقا، طرف فرودگاه میرین؟ آره. اگه ممکنه مارم تا اونچه برسونین، کار فوری داریم، خیلی ممنون میشیم. دو تاتون بیاییم بالا. ولی ما سه نفر هستیم، ماشینمون اونجا خراب شده. فقط دو نفر. اگه جلوتو بگرفتن جوابشونو میدیم. زیادی سخت میگیم. برو بریم. خیلی خب، برو بابا، خوش اومدیم. من که اسب افتادم. اینم مسافرت راحتی. از شانس منه. زیادم نگران نباش، ممکن بود بدتر از اینا پیش بیاد. مثلا با یه کامیون شاخ به شاخ بشیم یا بیافتیم تو دره. من میگم سه نفری بریم تو، هم دوستانه است هم مطمئن. خب حالا کی این خبر خوبو به رئیس میده؟ خودت بده، من که اصلا حالشو ندارم. خیلی خوب باش. با آقای رئیس کار دارم. گوشی چند لحظه؟ بسیار خوب. چه خبر شده؟ تو کی هستی؟ سلام، منم مربی. چی شده؟ هنوز به پایتخت نرسیدی؟ نکنه از چنگتون در رفته؟ نه، اون اینجاست، خیالتون راحت باشه. من از 2 کیلومتری فرودگاه صحبت میکنم. ما به هواپیما نرسیدیم، کاربراتور ماشین خراب شد. الان که داد بزنه. لعنت بر شیطون. حالا به سازمان مرکزی چی بگم؟ اونا امشب منتظرن. من باید بهشون تلفن کنم. تقصیر ما نیست، بدشانسی آوردیم. یقه تراوری رو بگیریم. دقیقاً کجا هستی؟ گفتم که کیلومتر 217، 2 کیلومتری فرودگاه، توی باجه تلفن. حالا میخوای چیکار کنی؟ یه گاراژ پیدا میکنیم، ماشین تعمیر میکنیم، بعدش هم فردا ساعت 6:20 سوار هواپیما میشیم. مگه اینکه دستور دیگه ای بدی؟ نه، همین کارو بکنیم. با مسافرمون چی کار کنیم؟ یعنی تا فردا چی کارش کنیم؟ میگم چطوره تا فردا تحویل سازمان امنیت اینجا بدیمش؟ نه خیر، فکرش هم نکن. نه سازمان امنیت اونجا، نه پلیس، هیچ کدوم نباید قاطی بشن، فهمیدی؟ بله، اما ما که نمیتونیم اونو با خودمون این گاراژ اون گاراژ یدک بکشیم. باید اونو یه جایی نگه داریم.
همونجا یه جایی پیدا کنی. لعنت بر شیطون، حتما اونجا هتل هست، یه اتاق سه تخته پیدا کنی. البته طبقه همکف نباشه که بتونه از پنجره فرار کنه. باشه، امیدوارم گیرمون بیاد. باید گیر بیارین، اونجا هتل زیاده. همترین اتاق رو انتخاب کنی، بعدش به من تلفن کنی. کی با مسافر بمونه، کی بره سراغ گاراژ؟ اونش مهم نیست، من دخالت نمی کنم. باشه، خداحافظ. خیلی عصبانی شده. آسی، فکر کردی بهت جایزه میده؟ خب، حالا بگو ببینم کی بره سراغ گاراژ؟ یعنی کار سخت با کی باشه؟ خب معلومه که هیچکی نمیخواد. پس تاق یا جف میاریم؟ باش. بیا. تاق یا جف؟ تاق. تو باختی. چهار تاق. نتیجه دن جنبانه میرین سراغ گاراژ و بقیه چیزا و بنده در خدمت دوستمون میمونم. اول باید برم سراغ هتل، یه اتاق سه تخته با توالت مستقل، بعد در طبقه بالا. سالها بوده اینقدر پیاده روی نکرده. خدا کنه مربی زودتر اتاق بگیر، اگه نتونه دیگه بدشانسی حساب. بستگی داره. هیچ میدونید، فکر نمیکنم هیچ ارتباطی به شانس داشته باشه. ما یه اتاق میخواییم با مشخصات مخصوص، همونطور که رئیس گفت. مگه نه؟ آی پسر، بیام چقدر لفتش میده. هنوز دو تا هتل دیگه هم هست، ممکنه اتاق پیدا کنم. حسابی هوس یه نوشیدنی خنک کردم. بعد از این همه پیاده روی و گرما میچسبه. لعنتی، درست موقعی که داشتیم میرسیدیم ماشین خراب شد. حالم اصلا خوب نیست. میخواین بریم اون کافه یه روبرو؟ فکر میکنم نوشابه خنک داشته باشه. نه، چون اگه مربی بیاد باید همه جا رو دنبالمون بگرده. بالاخره اومد. بالاخره پیدا کردم. دو تا تخت بیشتر نداره، اما گفته یه تخت دیگه هم توش میذارن. جاش بزرگه، همه توالت هم داره، توی طبقه هفت. پس بزن بریم، حسابی تشنم شده، باید یه نوشیدنی بخورم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم. رسیدی. شانس آوردی. طرف میگفت درست نیم ساعت پیش این اتاق خالی شده. سر ساعتی دو میام دنبالت. حالا دیگه برو عزیزم. پس امروز حتما میریم سینما. آره عزیزم، برو. خداحافظ بابا، ساعت دو منتظرت. خداحافظ. چیه؟ ناراحتی؟ نه چیزی نیست. خوب بود نظر ما را میپرسیدی، شاید یه چیز دیگه میخوردی. بخور که از همه چیز بهتره. بفرمی. من که هیچ خوشم نمیاد. میگم تو آه.
خب پس تو به رئیس تلفن کن. از اینجا تلفن کردن مشکله، چون باید تلفن خونه رو گرفت. فکر نمی کنم لزومی داشته باشی که کارکنای هتل بدونن ما مامورای سازمان امنیت هستیم. باشه، من تلفن میکنم. از گاراژ به تو هم تلفن میکنم. چه بدشانسی، اگه به جای تاق گفته بودم جفت، حالا راحت برای خودم میخوابیدم. خوب اسیرش در رفتی آقای خوش‌شانس. با عرض معذرت، من باید سریع مرخص بشم، داره دیرم میشه. خداحافظ. همشو که ریختی. حالا منتظر چی هستی؟ منتظر این مربی به ما تلفن کنه. 20 دقیقه میشه که مربی رفته. حتما هنوز نتونسته گاراژ پیدا کنه. بله، امام همینطور باید منتظر بودیم. من که از بیکاری و انتظار خسته شدم. پدر اعصابمو در میاره. تو چی میگی؟ چطوره برای وقت کشی یه بازی بکنیم؟ ورق یا شطرنج یا یه چیز دیگه؟ ورق که نه، اما شطرنج حاضرم. خوبه، با کمال میل. فکر میکنی اینجا شطرنج گیر میاد؟ احتمالاً، اگرم نداشته باشن از جای دیگه. کیش و مات. احسن، تو خیلی خوب بازی میکنی. نه، فقط میشه گفت شانس آوردم. تو کجای گاراژ رو پیدا کردی؟ کدوم گاراژ؟ شما کی هستین؟ الو، شما کی هستین آقا؟ چه فرمایشی دارید خانم؟ شما چه فرمایشی دارید؟ چه شماره اینو میخوایی؟ مگه اتاق 77 نیست؟ بخیر. پس چندی؟ اینم که نبود. مهم نیست، حتما مشغول گشته. بالاخره تلفن میکنه. لازم نیست دلواپس باشی. فکر نمیکردم تو به این خوبی بازی کنی. راستش خیلی وقت بازی نکردم. با کی یادم رفته؟ اگه همینطوری پیش بره که من همش میبازم. چیکار میخوای بکنی؟ مثل اینکه داری یه نقشه ای پیاده میکنی. نه بابا، همینطوری بازی میکنم. بله؟ من تو گاراژم. داریم برای بوکسل ماشین میریم. وقتی برگشتم به تلفن میکنم. خیلی خوب، مام جات خالی داریم شطرنج بازی میکنیم. البته من تا حالا بد آوردم. این سر و صدا مال چیه؟ معلومه دیگه، تو گاراژم نه بیمارستان. بازی تو بکن. باشه، پس دوباره بهم تلفن کن. خب، من بازی کردم. داری نگرانم میکنی؟ این بازی خیلی به نظرم خطرناک میاد. نه، این دفعه دیگه بردنم مشکل به نظر میاد. وضعم داره هی بدتر میشه. مبالغه نکن. چرا اینقدر ناامیدی؟ تو فقط یه خورده از لحاظ سوار وضعیت خرابه. بر صورت باید بدونی که در عشق و شطرنج هیچ چیز رو نمیشه پیش بینی کرد. در آخرین لحظه آدم یا میبره یا میبازه. در عشق بله، اما در بازی شطرنج فکر نمی کنم. در هر صورت فکر می کنم بهترین کار اینه که همین نیروهامو وارد بازی بکنم، شاید راه فراری پیدا بشه. آفرین، به این میگن یک تصمیم شجاعانه. و حالا یک زبده حمله. توجه، دشمن ناامیدانه تلاش میکنه، اول برای اینکه خودش رو نجات بده و بعد برای اینکه موقعیت رو به نفع خودش تغییر بده. منم ازش پذیرایی میکنم. بفرمایید.
کنجکاوم ببینم چه اکسل عملی نشون میدین. عجله نکن، من روش مخصوص خودمو دارم. فقط به اطمینان میدم که حرکتم غافل گیرت میکنه. من از اطمینان شما به خودتون واقعا خوشحالم. منتظر نتیجه هستم. سیگار؟ بله، با اینکه فکر میکنم سیگار خوبی نمیکشی. بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم. خب فکر میکنم بشه این پیاده رو جلو کشم. چطوره ها؟ شما بردین. بالاخره یک دست برد. دست یا مساوی میشیم یا 4-2. فکر میکنم اگه خون سردیم حفظ کنم برای 4 بار شما رو مات کنم. چطور مگه؟ تو که به نظر من به طرز عجیبی خون سرد و آرومی. نه، من اصلا آرومیستم. با لجاجت میخوام این دست رو ببرم و برای همین تو حرکت کردن کمی عجله میکنم. ایرادی داره؟ نه، به نظر من تو خیلی هم تون بازی نمیکنی. تو یه استادی، میتونی به خیلی ها درس بدی. حتما مربیه. الو چه خبر ها؟ با کاربراتور چی کار کردی؟ خوب پیش نمیره. منظور؟ به اشکال برخورد کرده، تعمیرش طول میکشه. ماشینای دیگه هم تو نوبت وایستدن. تازه خرابی فقط کاربراتور نیست، سوپاپا و ترمز هم باید تنظیم بشه. خلاصه خیلی کار داره. این دیگه خیلی مسخره است. راه دیگه ای نداره. من باید تمام شب اینجا بالا سرشون باشم. سرشون شلوغه، شبم کار میکنن. بعد با ماشین میام هتل تا مستقیما بریم فرودگاه. تعمیر قبل از ساعت 5 صبح تموم نمیشه. مسخره است. پشت سر هم داریم میاریم. یه کاریش بکن دیگه. هر کاری کردم نتونستم نوبت کسی رو بگیرم. تقصیر من نیست. حالا باید چی کار بکنیم؟ تو میخوای چی کار کنی؟ من که باید اینجا بمونم. اگه بالا سرشون نباشم فردام تموم نمیکنن. تو هم فکر کن ببین چی کار باید بکنی. خیلی خوب باشه، پس یادت نره به رئیس تلفن کن. هوا خوبه، مربیم خوب برای گیر انداخته. تمام شب برای تعمیر ماشین. نوبت بازی با کیه؟ با شما. میخوام ایستاده بازی کنم. تو ناراحت نمیشی؟ نه، چرا ناراحت بشم؟ دیگه نمیتونم بشینم. اینقدر عصبیم که دیگه نمیتونم به تندری بچسبم. لعنتی. من حال شما رو درک میکنم، مطمئن باشید. فعلا که باید برم توالت. پاشا تو جلوی در میستی. برای اینکه اصلا حوصله ندارم تو هم برام درد سر درست کنی. پاشا ساکت نباش، حرف بزن. یه چیزی بگو که منم بشنوم. دوست داری من چی بگم؟ چیزی به فکرت نمیرسه؟ شروع کن دیگه. مثلا سرود چطوره؟ سرود بخون. سرود بخونم؟ چه سرودی؟
چه میدونم از همونایی که تو مدرسه یاد میدن. غلط میخونم، خوب بلد نیستم. عیب نداره، تو که نمیخوای کنسرت بدی آهنگشو بزن. شروع کن دیگه، گوشم به تو. باشه، خیر. هی بس دیگه، یه چیزی بهم الهام شد، یه چیز عالی. مسترا الهام بخش جنابالی شده؟ آره، همیشه اینجاست که من بهترین تصمیم ها رو میگیرم. خب این تصمیم چی هست؟ گردش در شهر یا گردش توی شهر. خب نظر چیه؟ راستش به نظر من که خیلی عالیه. منتظر بودم بگی به نظرت مشکوک میاد. مشکوک؟ چرا؟ همینطوری، چون تصمیم خیلی جالبیه و به همین دلیل به نظر عجیب میاد. اما خیلی ساده است، من فقط یه پیشنهاد دادم، اگه موافق باشی تمومه، اگه نه همینجا میشینیم و بازم شطرنج بازی میکنیم. موافقم. با شطرنج؟ نه، با گردش در شهر. خب پس بزن بریم. اما قبلن باید یه چیزی بهت بگم. من نمیتونم اینجا توی این زندان دوام بیارم. حالا که مربی این خبر ناگوار به ما داده، دیگه اعصاب برام نمونده. برای همینم پیشنهاد گردش دادم. اما باید بدونی تا وقتی که ما با هم هستیم من مسئولتم. بنابراین باید مطمئن بشم که نمیخوای به من کلک بزنی و نامردی کنی، وگرنه گردش دوستانه مرید است. نه، من به هیچ وجه نمیخوام به شما کلک بزنم. خوبه. با این حال بهت بگم که من تا به حال 4 بار جایزه اول تیراندازی رو بردم. بنابراین بدون که زیاد دور نمیتونی بری اگه قصد داشته باشی. نه، من هیچ قصدی ندارم. خیلی خوب، دیگه در این باره صحبت نمیکنیم. فکر میکنم خیلی هم زیاد صحبت کردیم. به هر حال بگم اگه زیاد علاقه‌ای به گردش توی شهر نداری، من حرفمو پس میگیرم، چون من نمیتونم به تو دستبند بزنم و این طرف اون طرف بکشونمت. چرا انقدر پافشاری میکنین؟ اگه میل نداشتم خودم بهتون میگفتم. باشه، مدت گردش 1 ساعته، باید محدود باشه. خیال میکنم 1 ساعت کافی باشه. بله کافیه. ها پس رفتیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که از اینجا 1 راست بریم سراغ استاد سلمانی. 1 اصلاح سر صورت حسابی حالمون رو جا میاره. با 1 اصلاح سفارشی چطوره این؟ بالاخره نگفتین اصلاح سفارشی میخواین یا نه؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب. اینقدر اصرار میکنید که آدم چاره دیگه ای نداره. عالی شد. به هر حال مواظب باشید. میدونید من پوستم نازکه، مثل کاغذ سیگار. سر هیچ و پوچ خون میفته و منم خیلی بدم میاد. خیالتون راحت باشه، من دستم خیلی سبکه. اصلاح سفارشی فقط تخصص منه. جدی؟ خب بزن ببینم. چه گرمایی. بله، هوا خیلی گرمه. نه، از خیلی گذشته، حسابی گرمه. خب خیلی رو پاک کنید، به جاش بنویسید حسابی. به نظر من بهتره کتتونو در بیارین، اینطوری حسابی عرق میکنین. کتتونو در بیارین، اینطوری حسابی عرق میکنین. وقتی هم که عرق کنین حسابی ناراحتین، وقتی هم که ناراحت باشین اصلاح سفارشی فایده ای نداره. با دوست شما بهتر میشه کنار اومد. ببینین، ببینین راحت کتشو در آورد و اونجا نشسته. این کت شما خیلی دست و پا گیره، بالاخره نمیخواین درش بیاریم؟ بیا جلو. ببین من میخوام یه رازی رو بهت بگم، البته اینو به کسی نباید بگی. اینطور که میگن من تو جیب بغلم یه هفتیر دارم، یه هفتیر کوچولو، برای همین نمیخوام کتمو در بیارم. میفهمی؟ یا میخوای نشونت بدم؟ نه نه اصلا نمیخواد کتتون رو در بیارین، همینطوری خوبه.
میدونین چیه؟ اصلاح سفارشی با کت خیلی بهتره. قیافش خیلی خنده‌دار شده بود وقتی فهمید یه هفته دارم وراجیش تموم شد. بله خیلی حرف میزد، اما کلن سلمونیه بدی نبود. سالک تو رو که خونی کرده زیر گوشه. راستی؟ اصلا یادم نبود که سالک دارم. اینقدر وراج بود که حواس برای آدم نمیذاش. فکر میکنم اگه سرت هم میبری نمیفهمیدی. خوبیش اینه که خون من خیلی زود بند میاد. خب بگذاریم بریم سر اصل مطلب، گردش شهر. درست یک ساعت وقت. نه کاملا، باید 20 دقیقه رو که پیش سلمونی بودیم از یک ساعت کم کنیم. درسته؟ نه. خوش ندارم حقه بزنم. گردش ما درست از حالا شروع میشه. حالا ساعت 2:05 باشه. پس ما تا ساعت 3:05 وقت داریم. خیلی خوب. پس گردشمون رو در شهر شروع میکنیم. نه نه نشد. چطور نشد؟ خیلی راحته که بگی گردش رو شروع میکنیم، اما اینقدر هم ساده نیست. تو چیز به خصوصی پیشنهاد میکنی؟ میخوای کجا بریم؟ ها؟ من جایی به خصوصی نمیشناسم. چی بگم من؟ فقط چند سال پیش یکی دوبار از اینجا عبور کردم، فقط همین. پس همینطوری شانسی را میافتیم. آره این بهترین راه حله. امتداد خیابونا رو میگیریم و میریم جلو پشت سر مردم، درست مثل اینکه تو دریا باشی. خودمونو میسپاریم دست جریان آب. آفرین، از این پیشنهاد خیلی خوشم اومد. خوشت اومد؟ پس را میافتیم. منم این شهر خوب نمیشناسم، بریم ببینیم چی پیش میاد. ساعت 11 توی بار پیشرفت بودم تا مربی اومد. برام تعریف کرد که چطور پرتقالشو خورد و به سرعت خارج شد.
سلام. سلام. خب چطوری؟ خوبی؟ بد نیستم. چی میل داری؟ من یه نوشیدنی میخورم. چی باشه؟ یه چیز خنک، هرچی که هست. بسیار متشکرم. ببینم تازه چه خبر؟ خوب پیش میره؟ خیلی. خب یه خورده تعریف کن. من از بس نشستم انتظار کشیدم خسته شدم. پشت سر هم آب هویچ خوردم. دیگه میخواستم از آب هویچ خوردن دست بردارم، برای اینکه حسابی دلم درد گرفته بود. ولی ابدا نمیخواستم پستمو ترک کنم. میفهمم چی میگی رفیق. معلومه وقتی سر پستت هستی نمیتونه هر دقیقه پشی بری توالت. بگو، گوشم به توه. اینقدر عجله نکن. بذار اول یه لبی ترک کنم، بعد برات تعریف کنم. جز به جز. حالا که دیگه تا فردا ساعت 5 صبح بیکارم، میتونم هر کاری که دلم خواست بکنم و هر چی دلم خواست بخورم. نه آب هویج یا آب پرتقال. بله تو حالا هر چی دلت بخواد میتونی بخوری، اما بنده نه. من تازه اول کارمه. میدونی من خیلی زودتر از ساعت مقرر رسیدم اینجا. بهت گفتم که یک ساعت و نیمه که توی کافه پیشرفت هستم. جاده رو مثل برق اومدم. ما 110 می اومدیم. البته برامون خیلی راحت بود که 130 یا حتی 140 می اومدیم، اما میدونی که رئیس همه ی حساباشو کرده بود. ما نباید تونتر از 110 می اومدیم، باید درست سر ساعت میرسیدیم به کیلومتر 214. راستی متوجه شدی که تقریبا نزدیکای جاده 40 من ازت سبقت گرفتم؟ معلومه که فهمیدم با این رانندگیت. چیزی نمونده بود بفرستمت اون دنیا. شانس آوردی به موقع فرمون دادم. خب پس باید منتظر بقیهش باشیم. طبق قرار تو دوتا تلفنتو میزنی. بعد اونا گردش در شهر رو شروع میکنن. از اینجاست که منم وارد صحنه میشم. تو هم بازی میکنی، اما صامت. میدونی که؟ آره، اما هفتیرم اگه لازم باشه ساکت نمیمونه. حالا همه چیز خوب پیش میره. هر قاعدتا باید شطرنج بازی کنن، یا اگه طرف شطرنج بلد نیست درباره آب و هوا صحبت کنن. مأمور تحقیق منتظر تلفن منه. حالا وقتشه که بهش تلفن بزنم. لحظه حساس و مهم وقتیه که مأمور تحقیق پیشنهاد گردش شهر رو بهش میکنه. باید امیدوار باشیم طرف نه نگه. اگه شک کنه یا حال گردش رو نداشته باشه چی؟ نه ترس، مأمور تحقیق خیلی زبله، خوب میدونه چی کار کنه. اگه از صبح تا حالا دیده بودیش معرکه کرده، آروم آروم، طوری که طرف فکرش هم نمی کنه که چه تو چه دامی افتاده. خب دیگه من باید برم تلفن بزنم. بله. من تو گاراژم. داریم برای بوکسل ماشین میریم. وقتی برگشتم دوباره بهت تلفن میکنم. سر صدا چیه؟ معلومه دیگه، تو گاراژم نه بیمارستان. بازی تو بکن. همه چیز خوبه، دارن شطرنج بازی میکنن. عجب نقشه ای. کله رئیس خوب کار میکنه، فوق العاده است. معذرت میخوام دیر کردم، تفسیر این میکروفیلم هست. خب کجا بودیم؟ توی هواپیما. شما داشتین میگفتین که به مظنون کافه کندو گفتین فردا اونو به سازمان مرکزی منتقل میکنین و میگفتین که ما باید فردا با ماشین و هواپیما اونو ببریم پایتخت. آره، این همون چیزیه که من به مظنون گفتم، اما برای شما یه خورده فرق میکنه. شما فردا صبح زود ساعت 7 به طرف پایتخت حرکت میکنین، اما شما نباید به اونجا برسین. خیلی ساده است، شما به پایتخت نمیرسین، یعنی اصلا سوار هواپیما نمیشین، برای اینکه ماشین شما خراب میشه. درست در کیلومتر 214 جاده 40 کاربوراتور ماشینتون از کار میفته. طبق نقشه، تمام جزئیات نقشه جزء به جزء به اطلاعتون میرسه. اگه نکته مبهمی به نظرتون میرسه میتونین بپرسین. اما قبل از هر چیز باید یه مطلب رو به حرفایی که قبل از قطع شدن صحبتمو میزدم اضافه کنم. اون مظنون اول، صاحب عکس، اونم دستگیر شده، اما با یه تفاوت کوچیک. زنده نه، مرده. بله، قضیه از این قراره که وقتی مامورای ما داشتند اولی رو دستگیر می‌کردن، دو تا مامورای دیگه دومی یعنی صاحب عکس رو تعقیب کردن.
چون معلوم نبود اونی که پاشو لگد کرده واقعا همونی باشه که میخواسته باهاش تماس بگیره. شاید برخورد اونا واقعا تصادفی بوده و ممکنه بخواد با کسی دیگه ای تماس بگیره. برای همین نباید همونجا دستگیرش میکردیم و نکردیم. چه بدشانسی برای ما. بدشانسی دیگه این که تو جیباش هیچی پیدا نکردیم، هیچ مدرکی. نه توی جیباش، نه پاشنه کفشش، نه شناسنامه، نه گواهینامه، هیچی. یعنی ما حتی نمیدونیم اون کی هست؟ نه، البته تصور نمی کنم لازم باشه بهتون بگم که من جریان مرگ طرف رو به اون نگفتم. برعکس، این طور وانمود کردم که اون دستگیر شده و حتی بهش گفتم که اون دلایل و شواهد جالبی هم به ما داده. اون حرفای منو با خونسردی گوش کرد و پرسید از کدوم دلایل و شواهد حرف میزنم. به زودی همین که بازجویی از اون تموم بشه دستور میدم هر دوی شما رو به اتاق من بیارن تا با هم روبرو بشین. من اون موقع مفصلا به وسیله تلفن با سازمان مرکزی مذاکره میکردم. میخواستم که با روش معمول خودمون به حرفش بیارم، البته یه خورده هنرمندانه تر. میدونیم که اما سازمان مرکزی در این مورد مخالفت کرد و به من دستور داد که نقشه جدیدی برای مظنون اجرا کنم. نقشه جدید؟ بله، در راه این نقشه سازمان مرکزیه. درست نمیدونم که خالق اصلی اون کی. شاید نتیجه کار دست جمعی یک گروه کارشناسی برجسته باشه، شاید هم یک کامپیوتر اونو طرح کرده، نمیدونم. فقط میدونم که ما باید با دقت و بی کم و کاست این نقشه رو که یکی از شاهکارهای نبوغ بشریه اجرا کنیم. یه نقشه عالی، کامل و بی نقص. این نقشه از روی یک خاصیت فیزیکی طراحی شده، مثل یه بطری که توی آب گرم باشه و یه دفعه اونو داخل آب سرد بکنیم. مظنون ما راحت داشت تو رستوران کندو قهوه میخورد که یه دفعه دستگیر شد. گناهکار هست یا نیست ما نمیدونیم. بلافاصله بعد از توقیف خودشو تو سازمان امنیت دید، درست مثل اینکه یه دفعه اونو از تو هوای گرم وارد هوای سرد بکنیم، مثل اینکه یه چیز گرم و یه دفعه توی یخ بذاریم. حالا این سوال اونو آزار میده که در سازمان مرکزی چی به سرش میاد. همین نقشه انتقالش به سازمان مرکزی برای اون نوعی پایین آوردن درجه حرارته. اما حس تفاهم و دوستی که بین راه به وجود میاد دوباره درجه حرارت اونو بالا میبره. کمی امیدوارش میکنه، مثل اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده. اون دوباره روحیشو به دست میاره. اما همین که به سازمان مرکزی برسه، یک بار با پذیرایی اونها وارد هوای خیلی سرد میشه. تمام امید موفقیت نقشه توی همین تغییر وضعیته. گرم سرد، گرم سرد، بالاخره بطری میشکنه، خورد میشه. نقشه میخواد این آزمایش رو روی مظنون انجام بده. بنابراین وقتی که فردا، یعنی پس فردا، اون به سازمان مرکزی برسه، یا شایدم زودتر، یه ترکی توی اون ایجاد میشه.
اون وقت توی اولین بازجویی یا حتی بدون بازجویی از اون ترک دست دست مطلب خارج میشه، مطالبی که ما هرگز نمیتونستیم طور دیگه ازش بیرون بکشیم. حالا متوجه شدم، فوق‌العاده است. واقعا که عالی. خب از این بابت خوشحالم. لازم به توضیح نمیبینم که بگم اگه این نقشه به نتیجه برسه برای همه ما موفقیت بزرگیه. مقصودمو که میفهمیم. سازمان امنیت خوب بلده از کسانی که براش مفیدن قدردانی بکنه. هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. بله. باید تأکید کنم که همه موفقیت نقشه بینه که خوب اجرا بشه. نباید هیچ چیز چشمگیری توش باشه. همه چیز باید در کمال سادگی باشه. نقشه مثل یک گردباد و طوفان نیست که همه چیز رو نابود کنه، بلکه باید مثل یک بارون لطیف بهاری باشه که آروم آروم تا عمق زمین نفوذ میکنه و یه دفعه درست در جایی که انتظارشو نداریم توی زمین یه ترک ایجاد میکنه. مهمترین قسمت نقشه بخته توه. تو باید کاملا خودتو مثل یه مأمور ساده نشون بدی. توجه، اون اصلا نباید بفهمه که تو یه مأمور تحقیق هستی. باید فکر کنه یه مأمور ساده مثل مربی. تو باید محیطی به وجود بیاری که مظنون کاملا احساس تفاهم بکنه. تو باید همون آدمی بشی که نشون میدی. از ابتکارات خودت کمک بگیر، هر جور که احساس کردی. البته یه مأمور دیگه هم مواظب شما هست. به هر حال از هر طرف که نگاه کنیم برد با ماست، چون اگر اقدام به فرارم بکنه که مسلماً موفق نمیشه، ثابت میکنه که گناهکاره. اون وقت مجبور میشه که دهن قشنگشو برای ما باز کنه. این یه نقشه تمام عیاره. یه نوشیدنی خنک. 3 دقیقه با آخر گردشون مونده. موافقی؟ بله خیلی زیاد ساندویچ آتش میاره. اما این دفعه نوبت منه. باشه قبوله. من یه کافه گلاسه میام. آقا لطفاً یاب میوه یه کافه گلاسه و اگه ممکنه کمی زود. بسیار. شما کجا میریم؟ من باید برم یکی از دوستامو ببینم. سر ساعت 2 میام دنبالت. پس امشب حتما میریم سینما؟ آره عزیزم. حالا دیگه برو. باشه بابا جون، خداحافظ. خداحافظ عزیزم. داخل رستوران چندو که رفتی باید بری یکی از میزایی رو که ته سالن نزدیک توالت انتخاب کنی. بعد باید پای راستتو طوری دراز کنی که اگه کسی متوجه نبود احتمالاً بتونه پاتو لگد کنه. بعد باید یه شیر قهوه سفارش بدی و روی کاغذ سیگارت نقاشی کنی. هرچی دلت خواست میتونی بکشی. طرف بین ساعت 13:15 تا 13:30 باید پیداش بشه. اگه تا ساعت 13:30 نیومد یا اتفاقی افتاده یا طرف متوجه شده که محل امن نیست، بنابراین تو میتونی بری. اگه طرف اومد پای تو رو لگد میکنه و تو باید اعتراض کنی. آقا. بله. شما پای من لگد کردین. من؟ بله، پای راست منم، اونم درست جایی که یه میخچه داره. راستی؟ بله. من خیال کردم پای چپه.
بعد باید صبر کنی که طرف از کافه بره بیرون. 2 دقیقه بعد سر چراغ قرمز اول باید بهش برسی. اما آشنایی نمیدید. فقط توی مسیر گذشتن از خیابون طرف آهسته محل جلسه بعدی رو بهت میگه. جلسه اصلی که از مدت ها پیش منتظرش بوده. سوالی نیست؟ من اعتراض دارم. بلند شو. برای چی؟ ساعت چنده؟ میکنم منو ببرید که شما فوقتون حتما. خب منتظرم. شریک جرم شما حرفای قشنگی زده. شما چی دارین؟ شریک جرم؟ کدوم شریک جرم؟ منظورتون چیه؟ منظورم رو خوب میدونی. همونی که تو رستوران کندو بهت علامت داد. کدوم علامت؟ من اصلا از حرفای شما سر در نمیارم. خواهش میکنم کفش جوراب پای راستتون رو در بیارین لطفا. درش بیارین. درسته، پای راست شما میخچه داره. تقاضا میکنم منو با اون متهمتون روبرو کنین، همه چیز براتون ثابت میشه. من اونو نمیشناسم. شما با اون روبرو میشین فردا صبح توی سازمان مرکزی. حرفای اون انقدر جالب بوده که سازمان مرکزی مستقیما میخواد پیگیری کنه. بنابراین شما فردا میرین به پایتخت. چرا سازمان مرکزی؟ یعنی اون اعتراف کرده؟ نه ممکن نیست.
اینا زیادی مهربون شدن. جریان چیه؟ میخوان یه دفعه ضربه بزنن؟ شاید طرف مدرک داشته، شایدم نه. چطور ممکنه؟ سازمان مرکزی، بهترین هدیهشون مرگه. خب وقت گردش دیگه تمومه. من خودم بهتون میگم، چون به قرارمون احترام میذارم، دلم نمیخواد فکر کنین من از موقعیت سوء استفاده میکنم. فکرشو نکن، کسی ازت بازخواست نمیکنه. فقط خودم مسئول این گردشم، تو هیچ مسئولیتی نداری. اصلا نفهمیدم چطور ساعت یه دفعه 3:10 شد. آقا حساب ما چقدر شد؟ اجازه میدی؟ نه، این دفعه نوبت منه، البته با اجازه شما. میبخشید. حالا که اصرار میکنی باشه. خب میتونیم بریم، من حاضرم. بفهمید. میخوام یه پیشنهادی بهت بکنم. چطور گردشمونو یک ساعت دیگه تمدید کنیم؟ نظرت چیه؟ من هیچ مخالفتی ندارم. خب پس تمومه، گردش یک ساعت دیگه تمدید شد. باشه. خب کجا بریم؟ اختیارم دست شماست. اگه شما موافقین قدم میزنیم، وگرنه برمیگردیم به هتل. خلاصه هر چی که شما بگین. باشه، همینطوری قدم میزنیم. در ضمن یک پیشنهاد دیگه هم دارم. چی هست؟ پیشنهاد شدم. هی پشت سر هم پیشنهاد میدم بیرون. این پیشنهاد شما چیه؟ اینقدر شما شما نکن. به من بگو تو. از این شما شما گفتن اصلا خوشم نمیاد. باشه. پیشنهاد شما، ببخشید، یعنی پیشنهاد تو رو قبول میکنم. این میشه. اجازه بدیم مادر؟ خدا عمرت بده پسرم. اشکالی که نداره ها؟ نه اشکالی نداره. اجازه بدید مادر، اینا رو من میارم. خیلی ممنونم جوون، شما جوونای خوبی هستی. دیگه داشتم از پا میافتادم، پیریه دیگه. اون موقع ها روزی دو برابر اینا اینور اونور میکردم، اما حالا دیگه جون ندارم، چه میشه کرد؟ اینا چی هست مادر؟ نخ پشم عزیزم، میبرم برای ریسیدن. بافتنی میبافم، این بافم رو میفروشم. خودت تنهایی مادر؟ نه پسر جون، دخترم هم هست. خودم که دیگه چشم برام نمونده. شما جوونای خوب که مال اینجا نیستین، هستین؟ نه مادر، من رو دوستم اومدیم مسافرت گردشی. خوب کاری کردین. آدم تا جوونه باید گردش و مسافرت زیاد بره، مخصوصا با دوستانش. دوست خوب بهتر از همه چیزه. شما معلوم دوستان خوبی هستین. خدا حفظتون کنه، قدر هم دیگر رو بدونین. زندگی زود میگذره. خب دیگه ما با ایزتون مرخص میشیم. اجازه میدیم مادر؟ خوش آمدین. خدا حافظ. سلامت. خدا نگهدار. خدا حفظتون کنه. بعضی این محله با مرکز شهر خیلی فرق داره. اینجا محله های فقیر نشینه، با کوچه های تنگ و خونه های قدیمی. لازم نیست برام توضیح بدی. من توی یکی از همین محله ها به دنیا آمدم، همین جاها هم بزرگ شدم. خیلی هم دوست دارم که دوباره به یکی از اونا برگردم و یاد بچگی ها بیافتم. آره، بچگی هم عالمی داشت. آره، اون موقع ها دوست و رفیق زیاد داشتم. یه گله بودیم که هیچ کس حریفمون نبود. محله رو سرمون میذاشتیم. همه ی کوچه ها قلم روی ما بود. همیشه زنگ در خونه ها رو میزدیم و فرار میکردیم. یه روز بالاخره یکی از صاحبخونه ها دنبالمون دوید و منو با یکی دیگه از بچه ها رو گرفت. ما رو برد توی زیرزمین خونه شبس کرد. بعدم فرستاد دنبال مادرمون. هر کاری کردیم از اون تو فرار کنیم، نشد. تا بالاخره مادرم سر رسید و ما رو نجات داد. اونم چه نجاتی. آنچنان کتکی خوردم که یه هفته جاش باقی مونده بود. میفهمم چی میگی. منم از مادرم کتک خوردم، میدونم مزهش چیه. اما من مثل تو نبودم، بیشتر تو خودم بودم.
همیشه دلم میخواست که خلبان بشم، اما مادرم میگفت باید دکتر بشی. بالاخره من هیچ کدوم نشدم. من معمولا زیاد تو کوچه نمیرفتم، بیشتر سرم به درسم بود. حدس میزدم. از کجا حدس میزدی؟ تو که هنوز منو نمیشناسی. همینطوری. چطور شد که خلبان نشدی؟ چه میدونم نشد دیگه، خودم هم نفهمیدم چرا. شاید تعجب کنی، اما هنوز خودم هم باورم نمیشه. چطور؟ من 41 سالمه، زن دارم، 13 سالم سابقه خدمت. اصلا نفهمیدم کی این اتفاقات افتاد. زندگی زود میگذره. آره خیلی زود میگذره. با هزار آرزو شروع میکنی، اما تو اولیش تلف با. پدرم آرزو داشت که من براش خونه بخرم. همیشه میگفت دوست داره تو خونه خودش بمیره. بالاخره خونه براش خریدی؟ نه، تو خونه اجاره ای مورد. گرم صحبت بودیم که نزدیک بود بریم زیر قطار. شانس آوردیم سرعتش زیاد نبود. چطوره یه شوتی بزنیم؟ موافقی؟ بد نیست. یواشکی پاس بده. بگی که اومد. پاس پاس برکنه برکنه. بله من پاس پاس. هی راستش این دفعه سوم یه چهارم بود که پام به توپ فوتبال می‌کرد. شانسی شد دارم اما گرم. خونشه. از دماغش معلومه. هافبک تیم رده. نه بابا تو جالی نیست. گوشه چپ تیم طوفان خودم می‌شناسم. چرا فقط نگو منم می‌شناسم. همونی که گل آخر رد و به توپ زد. چی؟ خواهش می‌کنم به من نگی نه. خیر خب اما چیز خودکار داری؟ من معمولا به کسی امضا نمیدم. این دفعه امضا نمیدم. این دفعه فقط به خاطر تو. همینطوری هم خوب تماشای دریا و امواج، کف‌های روی آب.
و این بچه ها صحنه یه زندگیه، حتی اگر خوشمون نیاد گرم، ساده و بیریه. بیخیالش، من که تصمیم گرفتم همینطوری با آب بزنم، نظرت چیه؟ عالیه. بزن بریم. مردم حتما دارم به همون میخنم. یه چیزی رفت تو پام. فکر میکنم خار باشه. خاره میخوایی برادرش بیارم؟ نه باشه بعد. چقدرم ریزه. باشه بریم. دیدی درست به هدف. آفرین، عالی بود. اینم جایزه. تو برنده شدی. خب حالا چطور تو امتحان کنی؟ دیدی که خیلی راحت. آه نه نه خیلی راحت. نه من تیراندازیم زیاد خوب است. خب با جایزه چیکار میکنی؟ حتما میبریش برای دختر کوچولو مگه نه؟ نه برای دختر کوچولو نمیبرم، برای اینکه اصلا دختر کوچولو نه. ما هنوز بچه دار نشدیم، فعلا اینطور تصمیم گرفتیم. میگم چطوره بدیمش به دخترتون؟ تو یه دختر میبینم. آره راستی اون الان چیکار میکنه؟ نگران که نیست هست؟ نمیدونم، حتما میره خونه اقوامت یا دوستات. ها؟ نه اون هیچ جا نمیره. ای راستی اگه بخوای به نامزدت یا دختر تلفن کنی میتونیم از همینجا ترتیبش بدیم تا دیگه نگران دخترت نباشی. نه من نامزد ندارم، لزومی هم نداره به کسی تلفن کنم. باشه خیلی قشنگه مگه نه؟ خیلی خیلی جالبه. قشنگ. خب خوشو بریم. بگیرش دختر خانم، این مال تو. متشکرم. با یه آب میوه چطوری؟ موافقم. راستش من خیلی تشنمه. لطفا دو تا. خیلی کیف داشت. اما راستش یه خورده ترسناک بود. جدا ترسیده بودی؟ آره. آخه من از ارتفاع میترسم. خنده‌داره. مرسی. خیلی ممنون. اوه، اجازه بده من حساب کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. سالها بود از این کارا نکرده بودم. ما هم خودمون قاطی بچه ها کردیم. برای من که خیلی لذت بخش. بازه؟ هی، چی کار داره میکنی؟ هی، سب کن. میخوام این عکس رو بهت هدیه کنم به یاد گردشمون در شهر. چطوره؟ لطفاً هر کدوم یکی. دوتا گرفتین دیگه درسته؟ بله، دوتا گرفتین. خیلی ممنون.
رو خدا قیافه رو نگاه کن، این عقب افتاده ها شده. طرف چه بامزه است. آره آخرش هم نفهمیدم اون به چی داریم میخنده. توی کیف بغلی من جا نمیگیره، میترسم بشکنه. خیلی لذت بخش بود، از این بابت خیلی متشکرم. توجه، به اطلاع میرسانیم که به در خروجی رسیده ایم. دیدار از دنیای عجایب به پایان رسیده است. ما را به خاطر این شوخی عفو بفرمایید. آخش، من که حسابی خسته شدم. گردش خوبی بود، نه؟ آره، خیلی عالی بود. چیه؟ چرا انقدر به اون تابلو خیره شدی؟ چیز جالبی داره؟ نه، در فکر اونایی هستم که توی کشتیان. زمان براشون متوقف شده، نه پایین میرن و نه بالا میان. خب، این تابلو کار کی هست؟ یه امضایی داره، اما من نمیتونم بخونمش. راستی گردش ما در شهر واقعا عالی بود. بفرمایید کی پیشنهادش داد؟ حالا یا آفرین طلبکارم یا نه؟ آره، عجیبه، سر در نمیارم چی به سر این بنده کفش اومده، همش باز میشه. دیروزم توی رستوران کندو. من هنوز منتظر آفرین جنابالی هستم. پیشنهاد گردش توی شهر تو واقعا عالی بود. حالا من جا آمد، گردش کردیم، کنار دریا رفتیم، فوتبال بازی کردیم، توی پارک تفریحاتم، توی قصر عجایب، دوتایی با هم تن به خطر دادیم. خلاصه خیلی خوب بود، خوب بود. آفرین، واقعا آفرین. حالا میخوام جدول حل کنم. اگه به کمک احتیاج داشتی خبرم کن. باشه، اگه گیر کردم خبرت میکنم. Thank you.
هیچی، یه پشه بود، خواستم با توف شکارش کنم اما نشد. دیگه بودن نبودن پشه فرقی نمی کنه، برای اینکه فکر نمی کنم فرصت خوابیدن داشته باشیم. کم کم باید مربی پیداش بشه. آره چیزی به صبح نمونده. لعنتی، همه یه فرصت رو از دست دادیم. دیورزه کافی بود یه لحظه تصمیم بگیری، اما همش لحظه تصمیم رو عقب انداختی. وقتی که رئیس گفت منتقل میشی پایتخت، مطمئن بودی تو راه یه جوری فرار میکنی، ولی از این فرصت رو استفاده نکردی. اما اگه همش کرک باشه چی؟ شاید هیچ مدرکی نداشته باشن، شاید طرف فرار کرده و اصلا دستگیر نشده. بنابراین فرار تو بهترین مدرکه. شاید بازجو تنها نیست، اما برعکسش هم ممکنه. این همه فرصت طلایی پیش اومد تو ایستگاه قطار. تو سلمانی تو گردش ها توی پارک، تمام این فرصت‌های طلایی رو از دست دادی برای اینکه زیادی راحت به نظر می‌دادن. باید تصمیم بگیری، باید تصمیم بگیری. نمی‌دونم چرا به نظرم رسید درو قفل نکردم. خب جدول چطور پیش میره؟ یه چیزی توی چهار عمودی اذیتم میکنه. گلی که تو آسمان در میاد. گلی که تو آسمان در میاد. چیزی به فکرم نمیرسه. تو سعی خودتو بکن. اگه خیلی داش کردم خبرت میکنم. حالا که همه چیز خوب پیش رفته، نقشه مو به مو اجرا شده، عجب نقشه، به زحمتش میارزید. البته اگه به ام میگفتن طوری ازش بازجویی کنم که یه استخون سالم ازش نمونه، راحت تر بود. اما اجرای این نقشه یه چیز دیگه است. باید آدم دیگه ای میشدم. چه کارای مسخره. کارایی کردم که هیچ وقت نکرده بودم. اما طرف هیچ کاری نکرد. یعنی بیگناهه؟ قبلا هم سابقه داشته که یک بیگناه رو بگیریم، اما معلوم نیست. شایدم فکر کرده امکان فرار نداره. شایدم اون مأمور دیگر رو دیده. چقدر دلم میخواد بفهمم نقش چه تأثیری روش گذاشته. کارایی که کردیم، گردش، حرفای دوستانه، من که نهایت سعی خودم رو کردم. سازمان باید اینو بفهمه. کار آسونی نبود. این نقش شخصیت هر دوی ما رو از ما گرفت، من آگاهانه و اون ناآگاه. اگه اونم نقش بازی کرده باشه حتما همین فکر رو میکنه. اما شایدم واقعا به من اعتماد پیدا کرده، یعنی اینقدر ابلهه. گاهی ازش خوشم میاد، نه احساس دیگه ای میکنم. اما توجه، نباید حریف و دست کم گرفت. بدترین چیز برای یک مأمور سازمان امنیت اینه که حریف و دست کم بگیره. باید در حالی که کاملا در نقش فرو رفتم، کاملا هم مراقب باشم. نقشه عالی یعنی همین. درست مثل این که همینطور که راحت و دوستانه نشستم باش حرف میزنم، یه دفعه یه خنجر توی قلبش فرو کنم، طوری که حتی نفهم از کجا خورد. بالاخره این گلی که توی آسمان در میاد رو پیدا کردی؟ نه، میخواستم از خیرش بگذرم، اما بازم خیال دارم روش فکر کنم. آره، باید چیز جالبی باشه، اما به فکرم نمیرسه. من که تو جدول حل کردن کلی ادعا داشتم. ولی حتما پیداش میکنیم، درست لحظه ای که اصلا به فکرش نیستیم یه دفعه یادمون میاد. آره، اما الان مدتیه که یه چیز دیگه یادم اومده.
و اصلا نمیذاره فکر کنم. یه چیز دیگه؟ آره، خار دریایی یادت نیست وقتی تو ساحل میدویدیم توی پام رفت؟ آره، اما چرا زودتر به فکرمون نرسید؟ اصلا موقع گردش یادش نبودم، اما از وقتی که برگشتیم هتل دردش شروع شده. ممکنه خار سمی باشه. آه، مهم نیست، میتونم طاقت بیارم. نه، الان ترتیبشو میدم. نباید اینطور درد بکشی. فکر میکنم سنجاق داشته باشه. بذار ببینم. آره، دوتا زدم پشت یقه کتم، اما یه چیز دیگه هم احتیاج داریم. بله، بفرمایید. ببخشید، ما به کمی روغن احتیاج داریم و کمی پنبه. چطور، اتفاقی افتاده؟ نه، راستش ما روی خارهای دریایی پا گذاشتیم. الان میفرستم. متشکرم. اینکه خیال داری یه عمل جراحی را بندازی. خیال تخت باشه، خیلی راحته. حالا کفش و جوراب پای راستتو در بیار. این عینن همون حرفیه که دیشب رئیس بهم زد. بلن رئیسو فراموش کن. بیا این سنجاق هم خودت بگیر، ببینی که چه کار جالبی. حالا یکی یکی خارا رو در میاری. فقط چراغو بچرخون که نورش اذیتم نکنه. کم کم باید حاضر بشی. به زودی سر کله مربی پیدا میشه. میشه تمام مدت رو با پنجره بسته سر کرد. آره، راستش منم مدتی بود میخواستم همین رو بگم، اما تردید داشتم. چرا؟ باید میگفتی. تو این هوا آدم دیوونه میشه. من که فکر باز کردن پنجره نبودم. نمنم بارون میزنه. راستی؟ پس مربی راست میگفت، اینم بارون که ورودش اعلام میکنه. قبلا وارد شده؟ ساعت چنده؟ ساعت من خوابیده؟
10:55. پس دیگه باید مربی پیداش بشه. آره، دوباره جمعمون جمع میشه، عین شروع سفرمون. چطور یه کمی سرود بخونی؟ آره واردم. جلوی در وای میستم و یه چیزی زمزمه میکنم. لزومی نداره چیزی زمزمه کنی، کافیه برام حرف بزن. خب فکر میکنم که همه حرفامون رو زدیم، دیگه از چی میتونیم حرف بزنیم؟ شنیدی چی گفتم؟ حالا دیگه خیلی دیر شد، برگرد اینجا، بهت گفتم برگرد اینجا، برای فرار خیلی دیر شده، برگرد. پس امشب حتما میریم سینما. برگرد اینجا، دیگه کار تمومه، فردای بند بازار رو در نیا. دیگه میدونم تو مقصر، میدونم اون آدم ساده‌ای که تظاهر میکرده نیست. برگرد اینجا، خودت ثابت کردی گناهکار. برگرد اینجا. اینطوری به من نگاه نکن. صدای سنگو میشنوی؟ نمیخواد همه هتل رو به هم بریزی. خودت بیا اینجا. حالا مربی میرسه. میدونی که راه فرار نداری. مجبورم نکن بزنمت، چون به هر جا بزنم کار تمومه. کوکم، همون کلمه ای که ما دنبالش میگشتیم، چهار عمودی، گلی که تو آسمان در میاد، یادته؟ بالاخره پیداش کردی. آره، بالاخره پیداش کردی. نمیتونستم به اون خیانت کنم، نمیتونستم. اگر در آخرین لحظه با فرارش اعتراف نمیکرد، اگر من نمیدونستم که اون گناهکار یا بیگناهه، شاید این ترک، این فرو ریختگی در من به وجود نمیومد. اما حالا دیگه میدونم اون گناهکاره، با فرارش اینو ثابت کرد و مسئول اعترافش منم. نقشی که من بازی کردم، نقشی که من اجرا کردم نتیجه داد. واسه همینه که نمیتونستم بهش خیانت کنم، چون انسانیت من بود اونو وادار کرد اعتراف کنه. این انسانیت من بود.
با رفتار دوستانه تظاهر کردم که یک انسان هستم، قلب دارم، من نمیتونستم بهش خیانت کنم. من تمام قدرتمو صرف اجرای این نقشه کاملا بی نقطه ضعف کردم. من با اون دوست بودم، نمیتونستم بهش خیانت کنم. من با اون دوست هستم. هنوز تصاویر گردشمون یکی یکی جلوی چشمام رژه میرن. من خارای پاشو درآوردم، به پاش روغن بالیدم، چهار عمودی جدولمون رو حل کردم. کوکب همون گلی که در آسمان در میاد، من چطور میتونستم بهش خیانت کنم؟ چطور؟ فرار کن. فرار کن. نقشه عالی اجرا شده، هیچ نقطه ضعفی نداشته جز اینکه یه دفعه به ذهن من تغییر جهت داده. این همون خودکشی عقربه. فرار کن. ببین، الان مربی میاد. ازت خواهش میکنم فرار کن، زود باش. فرار کن، وگرنه میزنم. بهت دستور میدم. باز کن، درو باز کن. ببین، داره در میزنه، فرار کن، لعنت. مربی داره در میزنه، فرار کن. لعنتی، باز کن. فرار کن، داره در میزنه، فرار کن. نقشه بی عیب و کامل، بی نقطه ضعف، مثل جنایت کامل و بی مدرک هرگز وجود نداره. حتما یه رد پا میمونه. ما همه جزئیات پیشبینی کرده بودیم برای اینکه نقشه کامل باشه، نقطه ضعف نداشته باشه. اما تو حسابمون نقطه ضعف وجود داشت، یه جای کار عیب داشت، من نمیدونم کجا. مربی به من خیره نگاه میکرد. این منم؟ بازجوی ویژه؟ مرد مورد اعتماد رژیم؟ کسی که با تعصب برای رژیم خدمت میکنه؟ منم که به متهم میگم فرار کن؟ مربی نمیفهمی چی به سر من اومده. نمیدونست که دیگه رژیم توی قلب من، توی وجدان من جای اول رو نداره. نمیدونست که اینجا رو اون مرد روی قرنیز گرفته. نمیدونست که من اون با هم دوست هستیم. یه گردش توی شهر، یه گردش توی زندگی، من اونو به هم پیوند زده، چیزی که ما پیشبینی نمی کردیم. توی نقشه نقطه ضعف بود، توی رژیم نقطه ضعفه. ما اشتباه می کردیم، اشتباه کشنده‌ای که مثل دینامیت ما رو ریز ریز میکنه. مردم به چیزهای دیگه ای ایمان دارن، مردم با هم دوستن، آدم ها هم دیگه رو دوست دارن. نقطه ضعف اینجاست، دور بر ما، توی ما. من نمیتونم به اون خیانت کنم. من خوب میدونم چی در انتظارمه، ولی به اون خیانت نمی کنم. فرار کن. Hey, hey, hey!